عزیزان، چهار راز و اسراری وجود دارد که نباید به هیچ کسی آن را بگویید، حتی اقربایت، نزدیکانت، خویشاوندانت. اولین رازت که نباید دیگران را خبر بدهید و نباید دیگران آن را بدانند گناهانت است. همه ما گناهانی داریم، اما این گناه و خطا باید رازی باشد در میان شما و پروردگارت که هیچ کس از آن نباید خبر بشود، حتی اقربایت، حتی خویشاوندانت، حتی نزدیکترین فردی که در زندگی شماست نباید خبر داشته باشد. بعضی ها از شرابشان قصه می کنند، نعوذ بالله، از زنایشان قصه می کنند. فرمودن صلی الله علیه و سلم: کل امتی معافا الا المجاهرین. تمام امتهایم امید هست که مورد عفو و بخشش قرار بگیرن از جانب پروردگار، مگر کسانی که گناهانشان را علنی انجام میدهند، گناهانشان را علنی مرتکب میشوند. بعد فرمودند در ادامه حدیث، از جمله مجاهره این است که یک نفر شب گناه مرتکب شده است، صبح که میشود الله پرده پوشی کرده است، او را رسوا نکرده است، بعد برای مردم قصه میکند، میگوید ای فلانی، ما خود این شب چنین و چنان کردم. به طور مثال میگویم، شما از یک پادشاهی نافرمانی میکنید، بعد او نگاه میکند، شما در میان مردم میگوید دیدی که چه قسم نافرمانی کردم، دیدی که چنان و چنین و چنان کردم، او تو را میبیند، چه فکر میکنید؟ او تو را اعلام میکند، بعد افتخار هم میکنید. طبعا این پادشاه به غضب میآید، ولله المثل الاعلى. گاهی زن و شوهر، جوانان این را خدمت شما عرض میکنم، زن و شوهر قبل از ازدواجشان مرتکب گناه شدن، ارتباط نامشروع داشتن، برحال الله همه من و شما را حفاظت بفرماین. بعد از اینکه این زن و شوهر با هم دیگر ازدواج میکنن، بعد به خاطری که با هم دیگر راست باشن، به اصطلاح خودشان قصه میکنن، این شوهر، این جوان خانومش را میگوید که بگو در زمان جوانیت و قبل از ازدواج کدام رابطه نداشتید؟ او منکر می شود، بعض می گوید نه تو بگو، باید در میان من و شما راستی باشد، ما خود چنین و چنان کردم در زمان قبل از ازدواجم، تو چی کردید؟ او هم به گپ می آید و بعضی از گپ ها را می گوید، در حالی که این حرام است، این راز را افشا کردن حرام است و محمد رسول الله این را ناجائز قرار دادن. بعد این زن و شوهر برای هم دیگر از زمان قبل از ازدواج، از گناهان و از روابطی که قبل از ازدواج داشتن میگویند، نتیجه چی میشود؟ بعد از مدتی در میان این زن و شوهر بی اعتمادی به وجود میآید و زندگیشان متلاشی میشود و از بین میرود. و اما راز دوم، عبادات و طاعاتی است که باید به عنوان راز در میان شما و در میان پروردگارتان باقی بمانند و هیچ کسی از آن خبر نشود. بعضی از عبادات علنی انجام میگیرند، نماز فرائض ما و شما آن را با جماعت ادا می کنیم، همه مردم می بینن. حج را در ملای عام انجام می دهیم، همه مردم می بینن. ولی بعضی از عبادات و طاعاتی هستند که آن را باید به عنوان راز نگه دارید در میان خود و در میان پروردگارت. صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نهایت تلاش را می کردن که اعمالشان را مخفی نگه دارند، اجازه نمی دادن کسی خبر بشود، از ترس اینکه خدا نخواسته قبول نشود، از ترس اینکه خدا نخواسته ریا نیاید. صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین این کار را می کردن. یکی از آن هفت نفری که در روز قیامت زیر سایه رحمت پروردگار قرار دارند، که در آن روز جز سایه رحمت او سبحانه و تعالی دیگه سایه وجود ندارد، یکی از آنها رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: و رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. مردی که صدقه میدهد، چنان صدقه میدهد، وقتی که با دست راستش میدهد دست چپ خبر نمیشود. بسیاری از بودن از کسانی از تابعین که آنها وقتی که صبح میشد زنش میدید که بالش تر است، بعد متوجه میشد که بله دین شب تمام شب را او گریه کرده است،
با اشکهایش بالش تر است. بسیاری ها روزه می گرفتن، روزه یور خانوادهش هم نمی دانست که اینها روزه هستن. و اما سر و راز سوم که نباید کسی از آن خبر شود، رازهای پنهانی که میان زن و شوهر است. بعضی از زنها رازهای پنهان شوهرش را افشا می کنند، بعضی از شوهران رازهای پنهان زنانشان را افشا می کنند. این حرام است و ناجائز. رازهای پنهانی که به اتاق خوابشان تعلق دارد، برملا کردن. و حتی بعضی از سیاسرها در میان سیاسرها میشینند، میگه خب یام سیاسر هستن، از رازهای شوهرشان برایشان میگوید، آنچه که در اتاق خوابشان اتفاق افتاده است این حرام است. سیاسرها باید این را بدانند، مادران و خواهران من شما این را باید بدانند، این حرام است و ناجائز. و اما راز چهارم، در روایت ترمیزی و ابو داود و احمد داریم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند، اذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي امانه. وقتی کسی با شما گپ زد، در عین گپ زدن پشت سر خود نگاه کردی، تو سمت راست یا سمت چپ نگاه کرد، به این معنا که گپ مرا کسی نشنود. فرمود صلی الله علیه و سلم، این امانت است، این گپ او امانت است با شما، شما نباید سخن او را به کسی بگویید و این خیانت است اگر شما سخن او را به کسی گفتید. متاسفانه این خیانت بسیار زیاد شده است. حتی بعضی ها برای مزید تاکید میگوید فلانی میخواهم با همراه شما یک گپ داشته باشم، خود در میان ما و شما باقی بماند. سبحان الله، بعضی ها یک مرض عجیب دارند، همیره که برایش گفتید خلاص است دیگه، آه سیس، بالکل سیس، در میان من و شما باقی میماند. بعد میبینید که امی که از شما رفت همه را خبر میکند.